حرم ائمه اطهار علیهم السلام در شهرهای مقدس کربلا، نجف، کاظمین، سامرا و مشهد به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام سیاه‌پوش شدند. در همین راستا به مناسبت شهادت نهمین اختر تابناک ولایت و امامت امام جواد علیه السلام در حرم ائمه علیهم السلام در شهرهای مختلف پرچم‌ها و پارچه‌نوشته‌های سیاهی در صحن و رواق‌ها و خیابان‌های اطراف منتهی به این آستان‌ها اقدام کردند. کارکنان شعبه‌های گلدوزی متعلق به بخش کتیبه‌ها و احیای میراث در آستانه‌های مقدس پارچه‌نوشته‌هایی را که منقوش به عبارت‌هایی مانند السلام علی یا وارث علم النبیین و سلالت الوصیین، اللهم صل علی قائد البرکه، السلام علیک ایها البر التقی والامام الوفی و یا جواد الائمه علیه السلام هستند آماده و نصب کردند. به همین مناسبت در شب شهادت و سالروز شهادت امام جواد علیه السلام مراسم عزاداری نیز در حرم ائمه علیهم السلام برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام مراسم عزاداری جواد الائمه را به صورت زنده از شبکه‌های ششگانه خود پخش خواهد کرد. در همین راستا گفتگوی دارم با ریاض امیر خلفزاده، مجری شبکه امام حسین علیه السلام. حاج آقا امیر خلفزاده، سلام و عرض تعزیت خدمت شما دارم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تعزیت و تسلیت دارم ایام شهادت آقا جواد الائمه سلام الله علیه خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، همچنین شمای عزیز و همکاران محترم و کل شیعیان دنیا. سلام علیکم حاج آقا میر خلفزاده، از حال و هوای کاظمین برامون بگیم. حقیقتش حال و هوای کاظمین وصف ناشدنیه، گرچه الان ساعت ظهر و ساعت استراحت مردمه و ما در خیابان صاحب الزمان که منتهی میشه به حرم مطهر امامین جوادین در شهر مقدس کاظمین هستیم. الحمدلله ما از صبح از بدو ورودمون که بودیم در این خیابان، گروه های زائر اینجا مشرف میشدن و در حال عزاداری به طرف حرم مطهر امامین جوادین در حرکت بودند و جای همه عزیزان خالی هستش. آیا زائران فقط عراقی هستند یا غیر عراقی هم بین اونها هست؟ توضیح بدیم برام. خواهش میکنم. خدمت شما عرضم که نخیر، تنها عراقی ها زائر نیستن، بلکه عزیزانی رو ما از کشورهای مختلف در این مسیر دیدیم، گرچه این مسیر مسیریه که تقریبا میشه گفت خلوتترین مسیر. صبح ما خیلی عظیم زائران رو از کشور ایران داشتیم، از کشور پاکستان داشتیم، از کشور عراق، خب الا ما شاء الله. و حقیقتا شیعیان خدمت ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در مراسم هایی که برپا میشه دارن شرکت میکنن و ان شاء الله بتونن به این وسیله تقرب خودشون رو به خدای تبارک و تعالی نزدیکتر بکنن. حاج آقا میر خلف، حرم مطهر و حکومت محلی چه امکانات رو فراهم کرده و چه برنامه ریزی‌هایی داره؟ خدمت شما عرض بکنم و بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین، الحمدلله رب العالمین همین الان از کنار بنده یک اتومبیلی داره رد میشه و این داره جابجا میکنه زائرین مسن‌تر رو به طرف حرم امامین جوادین و بالعکسش برای خروجشون.
این یکی از انواع خدمت ها هست و امنیت کامل الحمدلله برقرار هست. نیروهای هم انتظامی در ورودی شهر و در نقطه به نقطه کار امنیت رو دارن. خود عزیزان حرم مطهر هم هر گونه تعاملی رو دارن خدمت زائرین انجام میدن و دارن خدمتگزاری میکنن به زائرین محترم آقا امام جواد و آقا موسی بن جعفر علیهم السلام. حاجی از فعالیت خودتون بگین، چه برنامه هایی برای پوشش زنده یا برنامه ضبطی دارین؟ ما الحمدلله رب العالمین از موقعی که موفق شدیم و مشرف شدیم کاظمین، دیدیم مواکب رو که دارن انجام وظیفه میکنن، دارن به زائرین خدمت رسانی میکنن. رسالت شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هم این هست که فعالیت های مردم، شیعیان، عاشقان آل الله رو به کل دنیا باید برسونیم، گرچه الحمدلله رب العالمین تنها به زبان فارسی نیست، هم به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی هستش که توفیقش رو داریم انشاءالله. هر اونچه که از دست ما بر بیاد و در تصویر بگنجه خدمت شما و عزیزان بینندمون بتونیم بیش از بیش تقدیم بکنیم. تشکر میکنم آیه میر خلفزاده از شما. دعاگوی ما و بیننده های شبکه امام حسین هم باشید. ریاض میر خلفزاده از کاظمین با ما بودند.